غم چون غم ها در رسم به که پناه برم چون قلبم بشکنم از بحر این حال زارم اکنون پناهی می جویم در پی شادی می گردم اما اندوه آید سویم عیسی بخشد نجات با خون پربها شفا و آزادی ز هر درد و جفا نزد حشر و با ایمان دور ز شک و اسیان او تو را پذیرد بخشد روح و توان او تو را پذیرد بخشد روح و توان چون در گناه افتم به که پناه برم چون روحن زج کشم عدل و بخشش از که جویم پاکی و نور در وجودم فیض گناه که بگسلد تا آرامش قدید شود عیسی بخشد نجات با خون پربها شفا و آزادی ز هر درد و جفا نزد حشر و با ایمان دور ز شک و اسیان او تو را پذیرد بخشد روح و توان او تو را پذیرد بخشد روح و توان با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. امیدوارم که هفته‌ای شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید. خدا را شکر می‌کنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم. دوستان گرامی، هدف برنامه‌های رادیو آرامش اعلان پیام فیض و محبت خداوند در انجیل مقدس می باشد. عزیزان، خداوند یکتا و مهربان همه شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مشتاق است تا با شما پدرانه صحبت کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز خداوند گوش فرا دهید.
شنوندگان عزیز، عنوان مطالعه اول این هفته ما هست زندگی روزانه با خدا. آیات کلیدی این تعلیم آیات 1-22 در فصل ششم کتاب پیدایش می باشند. دوستان، من از شما دعوت می کنم تا بعد از پایان این مطالعه محبت کنید و آیات 1-22 در فصل ششم کتاب پیدایش را شخصا مطالعه بفرمایید تا مطلب به طور کامل برای شما روشن بشه. عزیزان، از لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی ایمان میاریم، روح القدس در ما مسکن می‌گزینه و تا آخر عمرمون با ما خواهد ماند. از لحظه ایمان ما به مسیح، خداوند گناهان گذشته، حال و آینده ما را می‌آمرزه و به ما حیاتی ابدی عطا می‌فرماید. به عبارتی ساده، ما نجات را از خداوند دریافت می‌کنیم. اما تفاوت بزرگی هست بین دریافت نجات، بخشش گناهان، آمرزیده شدن ما در حقیقت و زندگی روزانه ما با خدا. دوستان، نجات مربوط به بخشش گناهان و اطمینان از دریافت حیات ابدیه، در حالی که زندگی روزانه با خدا یک امتیاز بزرگیه که به ما داده شده تا با پدر آسمانی خودمون صمیمانه تر از نزدیک در ارتباطی مستقیم باشیم. برای درک بهتری از این زندگی روزانه با خدا، مطالعه زندگی حضرت نوح در کلام او به ما کمک میکنه. در درجه اول، آیه نهم در فصل ششم کتاب پیدایش در کلام خدا خیلی واضح شخصیت حضرت نوح را به ما معرفی میکنه. در آیه نهم در فصل ششم پیدایش میخوانیم که کلام میفرماید او تنها مرد درستکار و خدا ترس زمان خودش بود و همیشه میکوشید مطابق خواست خدا زندگی کند. این آیه مربوط به حضرت نوح میشه عزیزان. کلام خدا میگه او تنها مرد درستکار و خدا ترس زمان خودش بود و او همیشه میکوشید مطابق خواست خدا زندگی کنه. به عبارتی دیگه، نوح در ایمان و اطاعت کامل از خدا زندگی میکرد. در آیاتی که در ابتدای این تعلیم خدمت شما معرفی کردم، در آیات 1-22 در فصل ششم کتاب پیدایش میخوانیم که خدا از نوح خواست تا یک کشتی بسازه. عجب درخواست شگفت انگیزی را نوح از خداوند دریافت میکنه. دوستان، وقتی خداوند از نوح خواست که یک کشتی بسازه، نوح مطمئنن از کشتی سازی و جزئیات نقشه خداوند هیچ اطلاعی نداشت. در زمانی که نوح بر روی این کره زمین زندگی می کرد، هرگز بارانی نباریده شده بود. پس او در تمام طول عمر خودش نه بارانی دیده بود و نه از سیل هیچ شناخت و اطلاعی داشت. تا قبل از طوفان نوح، گیاهان توسط شبنمی که بر زمین می نشست، آب مورد نیاز خودشون را دریافت می کردند. با این وجود، وقتی خدا به نوح امر فرمود تا کشتی بسازه، او اطاعت کرد. نوح خواسته خدا را از خود زیر سوال نبرد و از اطاعت خدا سرپیچی نکرد. دوست عزیز، امروزه من و شما برای زندگی روزانه با خدا و اثبات ارادتمون و اطاعت از او، ما مانند نوح مجبور نیستیم تا عملی چنان عظیم و شگرف مثل ساختن یک کشتی انجام بدیم. در اینجا یه سوال به وجود میاد که پس ما چطور میتونیم روزانه با خدا راه بریم؟ عزیزان، برای روزانه با خدا راه رفتن، ما میتونیم خواست و اراده مقدس او را
در صدر همه چیز در زندگی خودمون قرار بدیم. برای موفقیت در اجرای اراده خدا در زندگیمان لازمه تا با او صمیمی و رو راست باشیم و هر روزه با او راه بریم. برای روزانه با خدا زندگی کردن ما همینطور میتونیم کلام او را مطالعه کنیم و در کلام او تعمق داشته باشیم. دوستان، وقتی خدا وفاداری و انضباط ما را در اجرای وظایف کوچک محول شده به ما ببینه، او به تدریج در اجرای نقشه های بزرگتر خودش نیز ما را شریک میکنه. آیا شما اونقدر به خدا ایمان دارید و نزدیک هستید تا خواسته او را، هرچند عجیب و برای شما غیر منطقی باشه، انجام بدید؟ آیا تا کنون چنین تجربه‌ای داشتید؟ از خدا بخواهید تا ایمان شما را به خود فزونی بخشه و همینطور تعهدتون به اطاعت از او را استوار نگاه داره. دوست گرامی من، امروز خدا از شما چه خواسته ای داره؟ از خدا کاملا اطاعت کن و نتیجه عمل خودت را به او بسپار. خداوند دانای مطلقیه که بهتر از هر کسی میدونه چه اقدامی در چه زمانی و به چه صورتی باید برای جلال نامش و برکت شما انجام بپذیره. روزانه با خدا زندگی کردن، آرامش و موفقیت در انجام اراده او را هرچند شگرف تضمین می کنه. با روزانه با خدا زندگی کردن ما با افکار او، با رفتار او و خواست الهی او آشنا می شیم. وقتی با خدا روزانه زندگی کنیم، وقتی به او اعتماد کامل داشته باشیم، وقتی به او شک نکنیم، وقتی اوامر او را اطاعت کنیم، اون وقتی که زندگی ما مفهوم واقعی خودش را پیدا میکنه، اون وقتی که میتونیم دیگران را در قلبی که خداوند بهمون داده، در حکمتی که او به ما میده، در توانی که فقط از اوست، دیگران را محبت کنیم، دیگران را خدمت کنیم و بدین وسیله نام او را جلال بدیم. بله، خدا امروزه شاید از من و شما نخواد که کشتی بسازیم تا ایمانمون را به او ثابت کنیم. ولی امروزه حتما خدا از ما میخواد که با او رو راست باشیم، با او روزانه زندگی کنیم. خدا از ما انتظار داره تا کلامشو بخونیم تا بتونیم با خواست او از ما آشنا بشیم. شاید امروز خداوند به شما نگفته که کشتی برای او بسازید، ولی حتما او من و شما را به محبت دیگران، دوست داشتن دیگران، بخشیدن دشمنان و جلال نام خودش فرا خوانده. بیایی تا این وظیفه مهم خودمون را فراموش نکنیم و در نام عیسی مسیح با حکمت و قوت دریافت شده از روح القدس در آن نقشه الهی خداوند زندگی کنیم و موجب جلال نام او باشیم.
دوستان گرامی، عنوان مطالعه دوم این هفته ما هست برکات صبر با خدا. عزیزان، در ابتدای این تعلیم به آیات 12-22 در مزمور 33 مراجعه می کنیم. در آیات 12-22 در مزمور 33 در کلام خدا می خوانیم که خوشا به حال قومی که خداوند خدای ایشان است، خوشا به حال مردمی که خداوند ایشان را برای خود برگزیده است. خداوند از آسمان نگاه می کند و همه انسانها را می بیند. او از محل سکونت خود تمام ساکنان جهان را زیر نظر دارد. او که آفریننده دل هاست، خوب می داند که در دل و اندیشه انسان چه می گذرد. پادشاه به سبب قدرت لشکرش نیست که پیروز می شود. سرباز با زور بازویش نیست که نجات پیدا می کند. اسب جنگی نمی تواند کسی را نجات دهد. امید بستن به آن کار بیهوده است. اما خداوند از کسانی که او را گرامی می دارند و انتظار رحمتش را می کشند مراقبت می کند. او ایشان را از مرگ می رهاند و در هنگام قحطی آنها را زنده نگه می دارد. امید ما به خداوند است. او مددکار و مدافع ماست. او مایه شادی دل ماست. ما به نام مقدس او توکل می کنیم. خداوندا رحمت تو بر ما باد، زیرا ما پیوسته به تو امید بسته ایم. آمین. آیات 12-22 در فصل 33 مزمور را با هم مطالعه کردیم. عزیزان، همه ما صبر در دفاتر دکترها، ترافیک‌های سنگین و صف‌های فروشگاه‌ها را تجربه کردیم. در یک چنین شرایطی ما هیچ چاره‌ای نداریم جز این که برای رسیدن نوبتمون صبر کنیم. در ملکوت خداوند صبر معرف فعال بی حرکته. عزیزان، فعال بی حرکت یعنی چه؟ فعال به این معنا که اگرچه ما در شرایط موجودمون باقی میمونیم، ولی فعل و انفعالاتی در حال انجام گرفتن میباشند. و بی حرکت به این معنا که ما در ظاهری بی حرکت در حال شنیدن از خداوند و دریافت هدایت او هستیم. برخورداری از عادت فعال بی حرکت مستلزم داشتن خصلت‌های پسندیده است. خصلت‌هایی چون صبر، برخورداری از اراده و فکری مصمم، جدی بودن در اهداف، انضباط در دعا و بالاخره روح و قلبی فروتن. باید این حقیقت را بپذیریم که صبوران با خداوند برکت‌هایی خاص از او دریافت می‌کنند. یکی از برکت‌هایی که خداوند به صبوران با خود عطا می‌فرماید، ایمان و قوتی فوق‌العاده است تا آنها قادر به زیستن زندگی در آن چهارچوبی که خداوند برای آن خلقشون فرموده باشند. وقتی شرایط زندگی بنا به هر دلیلی دشوار میشه، این وسوسه وجود داره تا از صبر و همراهی با خدا سر باز بزنیم. اگرچه اطمینان داریم که خدا به ما میگه و از ما انتظار داره تا با او در مسیر زندگی صبور و همگام باشیم، ولی گاهی وسوسه میشیم تا از عقل و بینش انسانی محدود خودمون پیروی کنیم و در نتیجه از خدا عقب میمونیم. بله، متاسفانه گاهی ما عجولانه و بدون مشورت با خدا تصمیم میگیریم و عمل میکنیم. و چون تصمیم ما عجولانه و بدون دانستن فکر و اراده خدا بوده، از او جدا شده و سعی در سبقت گرفتن از او داریم.
در هر دوی این شرایط، چه سعی در دور شدن از خدا و از او عقب افتادن و چه سعی در سبقت گرفتن از او و جلو زدن، این خطر برای ما وجود داره که به مقصدی که خدا برای ما منظور داشته نرسیم. عزیزان، وقتی با خدا صبر نمی کنیم و با او روزانه همگام نیستیم، این احتمال وجود داره که از نظر روحی، روانی و فیزیکی بسیار ضعیف بشیم. چرا که تنها به توانایی‌های خودمون متکی بودیم و از قوت و هدایت خداوند برخوردار نیستیم. در حالی که با خدا صبور و همگام بودن به ما قوت فیزیکی، حکمت و درک لازمه را برای ادامه مسیر خواست او تا به آخر عطا می کنه. در اینجا مایلم تا به دو برکت دیگری که صبر با خداوند و همگام بودن با او به همراه داره اشاره کنم. وقتی ما برای زمان خداوند صبر می کنیم و با او در طی مسیر زندگیمون روزانه گام بر می داریم، او اجازه میده تا ما اراده الهی او را درک کنیم و بشناسیم. برکت دیگه اینه که خداوند ما را در قوت روحانی از خود در نبردهای روحانی و مقابله با چالش‌ها و آزمایش‌های زندگی یاری میده و پیروز می‌گرداند. دوست من، خدای قادر مطلق و دانای مطلق ما همیشه در بهترین وقت عمل می‌کنه. خدا نه هیچ وقت دیر و نه هیچ وقت زود. تمام خواست‌های الهی او در تمام هستی و همینطور در زندگی من و شما دقیقاً در همان زمانی که در نظر داره حتماً به انجام میرسند. اجازه بدید تا از شما سوالی بپرسم. سوال من اینه که آیا شما در حال حاضر دارید با زمان منتخب خداوند برای انجام عملی خاص براتون و یا فراهم آوردن چیزی مخالفت می‌ورزید؟ عاقلانه است تا فروتنانه به زمان خاص پدر آسمانی خودتون که بهترینه احترام بذارید و حق تقدم اول را بدید. به یاد داشته باشید که جلو و عقب زدنهای خودخواهانه ما از خدا چیزی جز دل شکستگی، شکست، پشیمانی و نافرمانی از او را به دنبال نخواهد داشت. صبورانه هر روز گام به گام با خدا زندگی کن تا برکات عظیم او را تجربه کنی. دوست من، به کهکشانها بنگر، به گیاهان بنگر، به جانوران بنگر، به تغییر فصول بنگر، به زندگی و اعضای بدن خود بنگر، ببین چه خدای منظم، دانا و با انضباطی داریم. پس مطمئن باش که وقایع زندگی من و تو هم از دست او خارج نیستند. خداوند میدونه چه واقعه‌ای باید در چه زمانی و به چه صورتی به وقوع بپیونده. به او توکل داشته باش، عجله را از خود دور کن و اجازه نده بی صبری تو، خودخواهی و جلو و عقب زدن از خدا شما را از زندگی در نقشه الهی او جدا کنه. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. چنانچه مطالعه این هفته ما در کلام خدا قلب شما را لمس نموده
و مایلی تا با خداوند آشتی نموده، عیسی مسیح را به عنوان منجی خود پذیرفته، از آمرزش گناهان خود اطمینان یافته و حیات ابدی و آرامش الهی او را دریافت نمایید، از شما دعوت می کنم تا با هم از خداوند بزرگ این را بطلبیم. با هم دعا کنیم. خدای مهربان، قادر مطلق، تو را شکر می کنیم که ما را در محبت خود آفریده و همواره دوست می داری. خداوندا، از تو سپاسگزاریم که عیسی مسیح را برای نجات من به این جهان فرستادی. خداوند، من ایمان می آورم که مسیح تاوان گناهان مرا یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا پرداخت. خداوند، من به فیض و بخشش تو نیازمندم. گناهان مرا در نام عیسی مسیح ببخش. پدر آسمانی، کنترل زندگی مرا تو خود با دست‌های پرقدرتت در اختیار بگیر و از آن برای جلال نام خودت و خدمت و محبت به دیگران استفاده کن. خداوندا، من این دعا را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آورم و با ایمان به حقیقت کلامت نجات و آرامش الهیت را دریافت می کنم. آمین. شنوندگان گرامی، ضمن تبریک به شما که به دعوت خداوند پاسخ مثبت داده و نجات، آمرزش و آرامش الهی او را دریافت نموده اید، چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده و یا مایلی تا در مورد شخصیت عیسی مسیح و این زندگی جدید مسیحی با خداوند اطلاعات بیشتری داشته باشید، لطفاً با من تماس بگیرید تا در فراغ خاطر و فرصت کافی با هم صحبت کنیم. خوشحال میشم تا سوالات و پیشنهادات محترم شما را بشنوم. عزیزان، با سپاس از خداوند که این فرصت را در شناخت از خود و کلامش به ما داد، تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش مسیح با شما باشد.